دلتون شاد و لباتون خندون باشه امیدوارم که هر جا هستین به سلامت باشین برنامه دیگر اومد, اومد اومدیم خدمت شما عزیزان پنجشنبه ها ما درس کتاب مقدس داریم دوشنبه ها چه خبر از ایران داریم که گفتگویی است که همینجوری هر چیز در ایران میگذره به شما زنگ میزنین صحبت میکنیم ولی پنجشنبه ها با کتاب مقدس میریم با کلام خدا میریم یه زرم سیاسی صحبت میکنیم ولی نه سیاسی نیستیم این روز روز کلام خداونده روز پنجشنبه به کارگردانی آقای یاسر عزیز من اومدیم به خانه های شما امیدواریم که آماده هستیم تا کلام خدا رو بشنوین به چایه هاتونم براست که بشینیم این گلش لاغه ما شما نشون بدیم اینجوری هم نیست یا ساده هم نیست بد نیست برحال چایه هاتون براست نشستین و دارین میبینین و به ما گوش میدیم به کلام خداوند که برای زندگی های ما و برای شخصیت ما خیلی خوب کلام خداوند بیزار اول با دعای آغاز بکنم بیام خدمت خداوند عزیزم شک گذار و سپاس گذارم برای این وقتی که به من داده قدوس از تو می طلبم خداوند من هر چیزی که از زبانم بیرون میاد از فکرم از افکارم تراوش میکنه ای خداوند به دستور تو باشه و در کنترل تو باشه ای خداوند خداوند قلبا رو آماده بکن وقتی کلام تو میشنون ای قدوس به کلامت ایمان بیارن ای خداوند تا زندگیاشون عوض بشه به شخصیتاشون عوض بشه ای خداوند خداوند شکر و سپاس گذارم برای این وقتی که به من دادی همه اینا رو به نام پر جلال مسیح می طلبم آمین خب شما لینه عزیز شما چطور این بره؟ شیمی اول خوب دو کلمه هم صحبت کنم لذت بخشه چندی پیش یه نفر بدیم بودم منم لایجینیم به هر حال لایجینی لایجینی اینو خوششانه دیواره برای که بچه محل دادم بعد از 22 سال یه نفر این آدم خوشانه بنشیم یک ذره صحبت هم بودیم بیزا شعر منم بخونم عزیزان بیام خدمتتون به کلام خداوند و براتون بخونم میگه ای مسی مولای من هم سرور و هم شای من از ازل بودی خدا همچنین هستی خدا نام تو انقدر عظیم است از فکرهای ما غاصر بود آن جلال آسمانی بر هر کس آشکار بود این تو بودی در جلال آن پدر فیض را آشکار نمودی تو برای هر نفر ای مسی والا مقام کبریا ای مسی باز آمدی تو از سما تا بکردی شاد زندگی من و ما ای مسی جان من جلالت میدم در هر مکان در هر زمان تا که باز آیی دوباره بر این جهان شکر بر نام خداوندم عیسی مسیح شکر بر پدر آسمانی امیدوارم خوشتون اومد باشه خب درس ما امروز میگه دعوت شدگان بسیارند برای برگزیدگان کم همه دنیا دعوت شدن که به عیسی مسیح ایمان بیارن و به طرف عیسی مسیح بیان به نجات پیدا کنند برای برگزیدگان میگه کمه دعوت میشن میشنون به قول اون مسئله که عیسی مسیح میزد برای کشاورز که تخمی میکاره روی نمیدونم یک سری میریزه روی خارا یک سری میریزه روی سنگا یک سری میریزه روی جاده یک سری میزه توی زمین خوب اینجوریه که زود این دنیای شیطانی و شریر میاد میرو باید و میبره برای میگه میگی می که بابا توی اصل تکنولوژی اینا چی بابا چی میگین شما آخه ولی عزیز من من چی, ن... چی میگم نیست این کلام خداوند به حقیقت خداونده جسم ما معدود در این جهانه هفتاد هشتاد سه سال بعضی ها این روزا دیدی که هواپیما رو زدن بچه چه تازه ازدواج کرده بود بیست پنج سال نمیدونم ده ساله هشت ساله شست ساله هیچ کس نمیدونه چی لازم میمیره هیچ کس نمیدونه به این جنایتکاران چون دنیا دنیای شریر و شیطانیه وقتی دنیا شریر و شیطانی باشه این جنایتکاران هستن که همینجوری دستور شیطان رو اجرا بکنن و مردم بکشن مسافربری رو میزنن بعد هم آقا که اصلا اونجا نشسته نه معذرت خواهی میکنه نه یک دونه تسلیت میگه به مردم بایش هم که اومد صحبت کرد میگه که خطای انسانی بود مسئله این نیست که آدم انسان خطا میکنه همین به این سادگی دو تا یه موشه خطاست دو تا موشک خطاست یه موشک زدی دوباره دومی موشک زدی این خطای انسانیه یا کاسه زیر نیم کاسه است حالا من دیگه اون جریان کاسه و نیم کاسه رو نمیدونم واقعا حتما یک جریانی هست چون شما چه چهار دست که به مردم دروغ و فریب داریم میگین چهار دست که مردم فریب شما رو دارن میخونن روزنامه های ایرانی که هیچ کس اصلا دیگه مل نمی کنن. اینقدر دروغ میمیزن تو روزنامه ها دیگه چی از روزنامه تیترش که اما چیزای چرتی پر نوشته چی بخونه همش از رهبری داره تعریف میکنه از جمهوری اسلامی همه دروغ خبرای دروغ این که خبرنگار بی بی سی داشت با سخنگوی امریکا اون خانم صحبت میکرد وقتی صحبت میکرد عین خیال جمهوری تلویزیون جمهوری اسلامی داره با این سخنگو داره صحبت میکنه بعد گفت تو چی رسانه عمومی هستی در کشور آزاد هم هستی این دروغ های جمهوری اسلامی داری به مردم تحویل میدی تو تلویزیون جمهوری اسلامی هستی یا تلویزیون بی بی سی هستی همین بی بی سی لندن آخونده ریشه آخوند است از لندن از چیز از انگلیسه. مثلا دختره در صدا و سیما میاد <applause> چی میگه؟ میگه هر کس افکار ما نداره فکر ما نداره بزنه بره از ایران بیرون ای تو نشستی اونجا دزدی میکنی بهترین ماشین و بیاترین خونه رو بیاترین کار داری به مردمی که میان برای همه از تو با سواتر میان اونجا تظاهرات میکنن هر که عقیده شما رو نداشت شما فکر شما رو نداشت بره بیرون کشور شده ارث پدری شما که بدزدین بخورین و داغونشون کنین همین یا من نمیدونم چرا این ملت ما اینجوری بعضی موقع بد را میرن جوان تو رو کشتن چی در تظاهرات چی در هواپیما چی در جای دیگر چهل سال دارن میکوشن چرا اینا این سپاه رو رئیس سپاه یا نمیدونم از اینا میان دولتی ها میان پیش شما راشون میدین بله بله هر حرف دروغی داره اونجا میزنه داره پخش میکنه شما میگین بله بله درست میگه فلانه چرا این کاری میکنین مردم چرا به شعور خودتون توهین میکنین شما اون رئیس سپاهی که دستور قتل بچهاته داده تو اون دعوت میکنی به خونه بیاد چی بگونه آخه بعدم بگه این شهیده که آمریکا چون زیاد حرف زده شلوغ بازی داره بوده این شهید گرفتاری آمریکاست آخه چرا شما این کاری میکنیم مردم چرا به اینا با میدین به خاطر چی به اینا با میدین شما چی گرفتین از اینا تا واقعا تو این چهل سال چی گرفتین از اینا بجز دروغ و ریا و فریب و نابود کردن شما رو دعوت میکنی میاد خونه شیرنی هم بهش میدی چای هم بهش میدی تشکر داری میکنی که دختر تو کشت مثلا سیل اومده الان اونجا نمایشی من یه هلیکوپتر دیدم که نمایشی یک برکه داشت دو دور میزد تو برکه که اگه دور برش همه خشکی 100 متر سر متر کسی آدم نیست اونجا که برو تمام سیل همه جا رو برده با هلیکوپتر برو اونجا مردم نجات بده که تو آبا گیر کردن پیرمرد 24 ساعت تو آب گیر کرده بود بچه‌ها صبح پا شدن رفتن پیدا کردن بغل کردن پیرمرد بدبخت آوردن بیرون سیل داره خونه رو در میبره اگه یاسر جان من با برایش فرستادم اگر میتونه اگر هم نکی نه, نه سیل بایتون نشون بده بین چی خبره مردم دارن کمک میکنن عوضی که دولت کمک بکنه مردم دارن کمک میکنن به اینا هم کمک نمیکنن به دولت که دولت پول بده نه خودشون مستقیما آتش به اختیار دارن خودشون میدن کمک میکنن به مردم آخه من نمیفهمم واقعا دولتی که از سر و تا پاش از تمام این بکران چهل سالش معلومه که این همیشه کشت و زد و نابود کرد و دروغ 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 همین الان هم دارن دروغ میگن آخه بابا من, من, من نمیفهمم واقعا من نمیفهمم که چرا ما ملت ببین اینا دولتی های دو و قاتل و جانی دارن با شعور ما بازی میکنن ما دیگه با شعور خودمون بازی نکنیم حداقل تو این به شعور خودمون نکنیم تو این به شعور انسانیت نکنیم این جنایت کاری چرا را میدین من نمیدونم حالا شاید مثلا حتما اون مرد یک دونه مریض داره یا یه بچه علیل داره یا نمیدونم چیکار داره حتی اون را, را میده که اون واقعا من نمیدونم ولی واقعا آدم دلش درد میگیره وقتی این حرفا رو میزنه واقعا آدم دلش درد میگیره وقتی میبینه که همه چیز دروغ و ریا و همه چیز حرف زدن بیخود و چیزی که اصلا هیچ ارزش دو م نداره این حرفایی که میزنن حقیقتا ارزش هیچ چیز نداره همه دارن دروغ فقط دروغ تعبیل میدن با مردم فقط دروغ تعبیل میدن حالا خامنه ای جمعه الان شب پنجشنبه است اونجا ایران جمعه صبح میخواد بره برای نماز جمعه که باور بکن اینم هم من همینم هم من شک دارم تو این نماز جمعه این نزنن نکوشن با هم خودشون باید بگوشم به با من, من ربطی نداره ولی مردم بیشتر خوشحال میشن ولی معلوم نیست اینا ای. اصلا اینقدر اینا دروغ میگن اینقدر اینا ریاکاری میکنن هیچ چیزشون رو دیگه آدم باور نمیکنه هیچ چیزشون رادیو تلویزیون واقعا ننگی شده برای ایران حالا چند نفر تازگی ها تو این رادیو تلویزیون استفاده دادن ولی واقعا ننگ برای ایرانی که این رادیو تلویزیون ایران رو گوش بده سراپا دروغ اصلا یک مسئله رو به حدی 180 درجه بر میگردونن مسئله رو یک چیز دیگه به شما میگن که اصلا واقعا شما متوجه نمیشه آیا واقعا این الان من نمیدونم چی داره میگه با خامنه ای بیرون کردن و با دو تا آدم که آقا اونجا تیربار زده اشتباه کرده اونو اخراج بکنن اینا به در نمیخوره کل این نظام باید سرنگون بشه کل نظام جمهوری اسلامی تا مردم یک حکومتی بیارن که حکومتی مثل حکومت, حکومت های کشورهای دیگه باشه عادی حکومتی باشه که برای ملت کار بکنه حکومتی باشه که برای کشور کار بکنه اونجا وقتی سیل زده سیل وقتی میاد سری کمک ها بره آقا اینجا وقتی آتش سوزی میشه سیل میاد نمیدونم آم میگیره هر کاری میشه سری و سیر تمامی ماشین های آتش نشانی میان نمیدونم هلیکوپتر از هوا هواپیما از هوا همه میان برای کمک این جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست جان انسانای ایرانیه ولی جان فلسطینی ها و لبنانی های تروریست براش خیلی ارزش داره هر که تروریسته براش خیلی ارزش داره ولی انسانای خودشون که نمیدونم همونجا زندگی میکنه اصلا ارزشی نداره چه مثلا حالا این لیسانس داشته باشه دکتر باشه مهندس باشه انجینیر نمیدونم فوق فلان باشه اصلا برش مهم نیست تمام توی این عبابه ما کشتن باور بکن همه بیشترشون بیشتر آدم های باسواد و تحصیل کرده بود توش از دکتر داشت مهندس نمیدونم اورانیوم داشت مهندسای های دیگه داشت خیلی از همه تکنسینه همه آدم های باسواد همه آدم های کارساز برای کشور ولی چی اینا رو فراری دادن توی کانادا توی سوئد توی نمیدونم فلان تا کی تمام اینجا وایسیم ببینیم که این جوانای ما دارن از بین میرن تا کی باید وایسیم ببینیم که کشور ما داره نابود میشه یه قدم همه ای ما حاضر نیستیم برداریم بیایم بیرون این مردم بچه ها دیدی با چی جرهدی دارن میان واقعاً خسته نباشن واقعا دست خدا با تک تکشون باشه همین یک دو ماه پیش بود یه همه کشتار دادن ولی باز با جرات میان بیرون حرف خودشونو میزنن به تظاهر تظاهراتشون دوباره استارت زن. ایسای مسیح میگی که همشه ها می اومدن که ایسای مسیح رو معاصره میکردن که مثلا اینه محکوم بکنن هر حرفی که میزن میخواستن اینه محکوم بکنن الان همه جا اینجوریه وقتی شما میخواین حرف خوب بزنین یا حرف حقیقت میزنین همه یه نوعی میان این حقیقت تو بارونه جلبه جلوه بدن بگن نه این حقیقت نیست دروغ به حقیقت جلوه بدن حقیقت به دروغ جلوه بدن اون موقع اینجوری بود عیسی مسیح که در جسم روی خدا بود در جسم آمد با اینا صحبت کرد این همه معجزه براشون جلو و چشمشون میکرد کور بینا میکرد نمیدونم شلو خرامان میکرد نمیدونم تمام مرزا رو الان یعنی فرمایا میگه خب عیسی مسیح کجاست الان الان این مردم همه این مرزا رو همه شفا میدن بابا تو هزار سال پیش نه دکتری بود نه دارویی بود دکتر بود همین گیایی بهتون میدادن عیسی مسیح چون روی خدا بود سازنده توه تو رو میتونه چشم که مرد نداشت در حلقه چشمش چشم نداشت براش با گل چشم درست کرد چون آدمی از خاک درست شده میگه فریسیان با هم مشورت کردن تا رای بیابند که عیسی را به این گام بس به دام بیاندازن وقتی عیسی مسیح برایشون صحبت میکرد میخواستن که اونه به دام بیندازن یا یک دونه مثال میزنه عیسی مسیح میگه که برای ملکوت و خدا حکایت دیگری بیان کرد و گفت میگه پادشاهی برای عروسی پسر جشن مفصلی گرفت چند روز به طول می انجامید و ایده بسیاری نیز به این جشن دعوت کرد پادشاه مثلا مثال داره میزنه پادشاه یک کشوری مردم دعوت میکنه خب میدونی اما سران دعوت میکنه نمیدونم های دولتی با شخصیت اینا رو دعوت میکنه معمولا میگه وقتی همه چیز آماده شد برای عروسی افراد خود را همون کارمندهای خودشو فرستاد به دنبال دعوت شدگان فرستاد تا به جشن بیاید اما هیچ کس نیامده وقتی برایشون نمیصرفه یه چیزی یه نفر میگی اومده پس مجبور شدم بار دیگر افرادی بفرستم بگوین عجله کنین چون همه چیز آماده است خداوند این مثال داره میزنه برای ملکوت و خدا میزنه که در این دورم این مثال برای ما هست جشن عروسی مثاله برای ملکوت و خدا داره مثال میزنه که ما امروز دعوت شدیم برای ملکوت خداوند همه ای ما دعوت شدیم ولی میگه برگزیدگان کمن برای همه کارت دعوت فرستاد ولی میمانان بی و پوسخند زدن و هر یک به سر کار خود رفتن چطور من الان امروز برای تو این درس میخونم پوزخن میزنین یا مسخره میکنین یا میگین این نمیدونم خیلی دو هزار سال پیش این حرف قدیمیه دیگه اینا تکنولوژی پیشرفت کرده چنان امروز هم همین کارا رو میکنن مردم امروز هم همین کارا رو میکنن که دو هزار سال پیش عیسی مسیح فرمود میگه یکی به مزرعه یکی به مزرعهش و دیگری به محل کسب خود حتی بعضی فرستاده های پادشاه را زدن وقتی به اینا رفتن گفتن شما دعوت دارین از طرف پادشاه بیاین به جشن عروسی یه نفر بانا آورد من مزرعه خریدم باید برم مزرعه رو ببینم یه نفر بانا آورد گفت من میخوام برم نمیدونم گاوم مریضه یه نفر گفت پدرم من نمیدونم مریضه یه نفر گفت من نمیدونم کار دارم یه نفر مسخره میکرد کارمنده های پادشاه رو مثلا مسخره میکرد چنان امروز ما رو مسخره میکنن با مسخره کردن رد میشن یه برو بابا حرف میزنی اون روز هم همین همینجوری بود فقط گوشتون به این کلام باشه ببینین زندگی عزیزان به شما مولد نمیده واقعا زندگی به هیچ کس مولد نمیده فکر نکن که با موکم میتونی بگی آقا من تا صد سال دیگه زنده هم من این کار رو میکنم آقا هیچ کس نمیتونه بگی که من زنده هم من نمیدونم این کار میکنم تا یک ساعت دیگه یک ثانیه دیگرش نمیدونی چی میشه درست یه ثانیه میگذره الان به زودی ولی لحظه میگه میگی چند نفر را نیز میگی پوسخ حتی بعضی فرستادهای پادشاه رو زدن چجوری الان این مسیحا رو میگیرن میزنن شکنجه میکنن اینارو رو با آتیش میکشن بعضی ها رو میگه چند نفرشون رو کشتن چند نفر ما رو م... مسیحی شدن تو ایران دولت جمهوری اسلامی کشت یا دولت های اسلامی دیگر یا مردمایی که هنوز اون درکو ندارن فکر میکنن دین اسلام تنها دینیه که باید همه کسو بکشه به تمام همه کس گردن بزنه اگه هیچ اگه اسلام قبول نکنی چند نفر الان این کار میکنن خداوند عیسی مسیح دو هزار سال پیش این مثال زد ملکوت و خدا رو به جشن عروسی تشبیه کرد و این مثال برای من و تو زد تا اینجا داشته باشیم بریم یک سرودی گوش بدیم عزیزان برگردیم به شما یا سر اگه آماده یه سرود گوش بدیم اگه نبرم در کنار تو من آرامی دارم اینک برای این همه لطف و مهر فراوان با تقیم قلب خود می سرایم تو کردی اینک به بهای خونت قادرم نزد تویم و به چشمان تو من خیر شدم که هر جای دنیا هستین دارین ما رو میبینین و از کلام خداوند استفاده میکنین چون کلام خداوند شیرین ترین به نظرم کلامه که برای زندگی برای رای ما برای آرامش ما برای همه چیز خوبه رهنمای واقعا رهنمای زندگی اون که کلام زنده خدا رو میشنبه نه کلامایی که تو قرآن نوشته هیچ <تصح> کلمه آدم نمیفهمه بجز جز کشت و کشتار من الان دارم از متای 22 براتون میخونم که ایسای مسیح ملکوت و خدا رو تشبیه میکنه به یک عروسی به یک کشوری که مثلا پادشاه مردم دعوت کرده برای جشن عروسی که یه نفر مر... کارمندهای خودش میبیسته دنبال اینا که بیان جشن عروسی همه چی آماده است یه نفر میگه که من گاف خریدم یه نفر میگی که مسخره میکنه یه نفر میگی که من میخوام برم یه جا کار دارم بالاخره با یک بانه در میرن همه و یه ایدم، یه اونایی که میرن به اونا کارمندار میکشن این تشبیه کرده به ملکوت خدا که امروز ما مسیحا رو یا مسخره میکنن یا کلام میگن چرتپرت یا میگن توی کشورهای اسلامی ما رو میگیرن شکنجه میکنن میکشن چون عقیده ما با عقیده اسلام یکی نیست ولی ما هیچ هم زور نمیگیم که آقا شما اگه مسیحی نشدیم باید کشته بشی اصلا همچین چیزی نیست این دعوت خداست برای شما میخواین دعوت امروز همینه دارم میخونم دعوت پادشاه به جشن عروسی دعوت خدا به ملکوت آسمانی هر کس که دعوت شد شما همه دعوت شدین خوشا با حال آن کسی که قبول میکنه به این دعوت میپذیره و در ملکوت و خدا شرکت میکنه و با خداوند زندگی میکنه و در اون دنیا با خدا زندگی میکنه تا عبد و هر کس هم میخواد پوزخند بزنه مسخره بکنه ما رو بکشه ولی کلام خداوند به کشته نمیشه اگه شاپور رو بکشه یا شاپور نو... شاپورایی دیگر بکشی یا کشیشان بکشی یا مسیحای دیگر هیچ فرقی نمیکنه کلام خدا به قوت خودش باقیه و برای نجات جان انسان من نخونم یه نفر دیگه می خونم. اون نخونه یه نفر دیگه می خونم. چون دعوت شدین همه شما دعوت شدین <تصفح> تا آیه همینی که الان گفتم چند نفر مسخره کردن چند نفر کشتن تا اینجا خوندم میگه وقتی خبر به گوش پادشاه رسید به خشم آمد به پادشاه خبر آوردن که آقا شما دعوت کردین اینا رو کارمندای تو رو یه گیده مسخره کردن یه گیده زدن شکنجه جون کردن یه گیده کشتن اینا رو پادشاه خشمگین شد اینی که منی که مامور خداوندم به خادم خداوندم میام کلام خداوند به شما میگم شما یا مسخره میکنین یا من میکشین یا نمیدونم شکنجم میکنین یا رد میکنین این میگه خدا میگه پادشاه خشمگین شد که به ملکوت خدا خدا هم خشمگین میشه وقتی دعوتش رد میکنی کاری به این میری اون طرف روی قضاوت و محاکمه میشی روی کارهایی که کردی قضاوت میشی حالا درست بود یا غلط بود اونجا دیگه اون داور اینقدر عادله که میدونه تو رو کدوم طرف بندازه وقتی خبر به گوش پادشاه رسید به خشم آمده فوری سپاهی فرستاد همه آنها را کشت و شهرهاشون را با آتش کشید امروز که این حکومت های اسلامی دارن ماهار میکشن خداوند روزی اینا رو این شریران رو نابود میکنه که چند روز قبل از کشتار قاسم سلیمانی اون روز من داشتم از اختار به رهبران به همین آدما داشتم میخوندم که بعد از پنج شیش گفتن که خداوند گفت شریران نابود خواهند شد ایمان داشته باشین که شریران نابود خواهند شد و خداوند به خشم میاد این شریران نابود خواهد کرد سپس به افراد خود گفت جشن عروسی سر جای خود باقی است ملکوت خدا به جای خودش باقیه اما میمانانی که من دعوت کرده بودم لیاقت آن را نداشتند میگه من شما رو دعوت کردم لیاقت نداشین که به ملکوت یا به خانه پادشاه به عروسی پادشاه بیای. حال به کوچه و بازار بروید و هر که را دیدید به عروسی دعوت کنید اون موقع به این کلام ایسای مسیح بود برای یهودیان یهودیان یا مسخره کردن یا کشتن یا یه جوری بانا آوردن خدا گفت که الان که اینجوری کردین شما دعوت شدگان بودین قوم یهودو گفت الان که اینجوری کردین میرم به همه قوم های دنیا دعوت میکنم اونارو حالا الان که شما پس دین شما رو بیرون میکنم اونا دعوت میکنم میارم که مثل من شاپر و که مسلمونزاده زاده بودم الان به مسیح ایمان آوردم به کلام خداوند ایمان آوردم و به این دعوت جشن الهی لبیگ گفتم امروز شما باید لبیگ بگین این کلام داریم میخونیم به خوشحال باشین که اونا رد کردن تا این دعوت ما از طرف خداوند دعوت بشیم چقدر عالیه نه من که خیلی خوشحالم واقعا که این دعوت پذیرفتم با جان و دل پذیرفتم چون ایمان دارم که این جسم خاکی من بزودی به زودی از بین خواهد رفت حالا چند ساله باشم، هشتاد ساله باشم، نوست ساله باشم، صد ساله باشم، در همین سن باشم، هیچ فرقی نمی کنه. چون معدود به این جان جسم من. مریضی و گرفتاری و خستگی و همه چی هم به خودش میکشه. کشه. باعث آب بخورم، دو, دو کلمه عربیزن باید آب بخورم که گلوم صاف بشه. اونجا دیگه اینجوری نیست. اونجا دیگه خداوند از شراب ناب من پذیرایی میکنه <applause> میگه سپس به افراد خود گفت جشن عروسی سر جای خود باقی اما میمانانی که من دعوت کرده بودم لیاقت آن را نداشتند حال به کوچه و بازار بروید و هر را دیدید به این عروسی دعوت کنید پس ایشان رفته مثل من اومدن هر کی را یافتن خوب و بد چی زناکار چی قاتل چی دوست چی آدم خوب کی هیچی هم نکرده همه رو دعوت کردم از همه دارم دعوت میکنم که اگه توبه بکنیم به سوی این خدا بیاییم به عروسی خداوند به جشن ملکوت خداوند دعوت شدیم به وارد خواهد خواهیم شد خیلی ساده است عزیزان بگیره بابا نداره این این کلام کلام خدای زنده است و رای راستی و حیاته و رای زندگی است بگیر و بابا نداره در ساعت معینی دعا بکنم در ساعت معینی نمیدونم نماز بخونم در ساعت معینی در روز معینی روزه بگیرم نه خداوند میتونم با این خداوند هر جایی که هستم با این خداوند راز نیاز بکنم اینی که با رفیقم چجوری راز نیاز میکنم با این خداوند راز نیاز بکنم به من ساین نشون میده با من حرف میزنه کمکم میکنه آرامشم میده برکتم میده اگه با این خداوند با این بابای آسمانی را برم بابا لبیک بگم به این بابا بگم لبیک گفتم بهت بابا با تو هستم توبه کردم از گناهانم دیگر گناهی از من سر نمیزنه اگر انسانم پرفکت کی نیستم کامل کی نیستم انسانم اشتباهاتی میکنم مثلا یه دفعه از دهنم اشتباها یه دروغ میگم سری روی خدا در منه روح القدس به من یک دونه تلنگور میزنه میگه بابا اینجا نباید این حرف بزنی یا اینجا نباید این حرکت بکنی اینجا نباید خشم بگیری میرم توبه میکنم میگم ببخش خداوند منو کمک بکن که از این را برم دیگه مثلا دروغ نگم آرامش در تو داشته باشم خشمگین نشم به مردم توجه کردین اینه این بابای آسمانی اینی بابا اینی پدر مادر میمونه که خوشبختی فرزندان خودشی میخواد چطور شد این گلای ما پرپر پر شدن در آسمان کشته شدن این پدر مادر دلشون چی شد من تسلیت میگم به خانواده تاسپیک توی ایران که رفیق من اون جلالم رفیق من شنیدم که خوار زدشم توی این هواپیما بود واقعا تسلیت میگم امیدوارم که صبر خداوند با شما باشه امیدوارم که واقعا به هم کشور ایران تسلیت میگم هم به شهر مردم شهر لایجان تسلیت میگم و به این خانواده تسلیت میگم واقعا واقعا امیدوارم که این برنامه ها پیش نیان چون من میشناسم خودم لایجانی هستم این خانواده رو میشناسم بچه هاش تحصیل کرده پدرش تحصیل کرده مادرش تحصیل کرده اومده بود عروسی کرده بود تو لایجان داشت میره برای کانادا حالا تو لایجان عروسی کرد نمیدونم اومده بود ایران عروسی کرد داشت میرفت که این هواپیما زده شد واقعا متاسفم و شنیدم اینو شنیده بودم که شماله هم هست ولی نمیدونستم که بچه هستند هستن که آشنان بچه برحال متاسفم واقعا متاسفم ولی ایمان دارم که جای این بچه ها در آغوش همدیگر در کنار خداوند هستن و در ملکوت و خداوند هستم ایمان دارم چون برای اینکه اینایی که اینا کشتن به اون عروسی اون جشن عروسی اون دعوت ملکوت و خدا بود برایشون و اون جشن خدا خدا گرفت به رویشون الان ایمان دارم که با خداوند در آسمان است به هر حال پس ایشان رفته هر کی را یافتند خوب و بد با خود آوردم به طوری که تالار عروسی از میمانان پر شد ولی وقتی پادشاه وارد شد تا به میمانها خوش آمد گوید متوجه شد یکی از آنها لباس مخصوص عروسی را برایش آماده کرده بودن به تن ندارد مثلا میای اینجا خداوند تو رو دعوت میکنه میای اینجا مثلا کتاب مقدستون نمیاری یا نمیدونم اصلا از کلام خداوند یا یه لباس مخصوصی مثلا مثلا زمینی داره میزنه که ما بفهمیم خداوند در ملکوت اینجوری نیست ولی عیسی مسیح داره مثال های زمینی میزنه که ما متوجه بشیم اونم دو هزار سال پیش که هیچی نبود نه ماشینی بود نه هواپیمایی بود نه دوچرخه ای بود نه هیچ چی نبود تکنولوژی وجود نداشت ولی عیسی مسیح چون روی خداوند بود همه اینا رو میدونست به های زمینی میزد که تا مردم متوجه شن میگه دید که عروسی براش آماده کرده بود بتن ندارد پادشاه از او پرسید رفیق چرا بدون لباس عروسی به اینجا آمدی من که برات دادم یه لباسو که من که همه چی رو برات فراهم کردم که مثلا لش گفتی نه بابا من با همین گناه میخوام بکنم همینجوری زنا و دوزی میکنم همینجوری باید برم توی عروسی همینجوری باید برم توی مثلا جولیده و پولیده و خراب لباسهای خراب سرباز کثیف برم توی عروسی یا مثلا آدمایی که زناکارن میگه بله کن بابا امروز عشق تو بکن یا آدمایی که مثلا دوزی بله کن این عمل به همه پول داره بیزا پولا رو بزنیم ما یا قاتل میره اینا این آدم اینا آدم نیستن باید اینا رو بکشم یا این مسیحه یا عقیده من اسلامی رو نداره باید این کشته شه خداوند میگه من که همه چی رو برای شما تعیی کردم که چرا دوباره میخوای با همون حرکاتت بیای تو ملکوت خدا یا چرا با همون وسیله کسی با بدن کسی با صورت کسیب داریم میای من که لباس برای تعیی کردم که همه چی رو برات آماده کردم که بپوشی تمیز بیای تو عروسی ما میدونم تو وضع خراب بود برای همون همه چی رو برات درست کردم دوش حمام برات گذاشتم حمام بگیری لباس تمیز برات گذاشتم بپوشی پادشاه از او پرسید رفیق چرا بدون لباس عروسی به اینجا آمدی ولی او جوابی نداشت بدهد پس پادشاه دستور داد دست پاش را ببندید و به بیرون و در تاریکی راهش کنید امروز اگر ما از حرکات و از رفتار و از بدیهای ما دست نکشیم و دعوت خداوند و ملکوت خداوند را نپذیریم میریم اونجا ولی وقتی خداوند ما رو میبینی میندازه توی تاریکی میندازه اون جایی که نباید بندازه ما رو ما همیشه میگم اینجا از اون جهنم صحبت نمیکنم که آقا آتش نمیدونم فلان بیزاری اینار رو صحبت نمیکنم همین که خدا ما رو بیندازه تو تاریکی دیگه محلمون نکنه بیندازه تو یک بیابان که اصلا با هیچ بنی بشری اصلا برخورد نکنی مادام و اون تنا اونجا باشه. پس فکر بکن دیگ نمیای یا تو یه اتاقی تو رو بیندازن تو یه تاریکی تو این تاریکی عبدول در بمونی دیگ نمیای نگو که خدا مرض داره مگه این کار بکنه نه چون تو حرفی که خدا پدر مادرت که بهت اون چیزی که میگی نمیکنی هرچی دلت خواست داری میکنی میخوای هم دزدی بکنی هم زنا بکنی هم آدم بکشی هم دعوا بگیری هم خش بکنی هم همه چی رو نابود بکنی بعد میخوای که خدا حلوا حلوا هم تو رو بکنه بیاره توی ملکوت خودش میشه همچی چیزی از نظر انسانی از نظر این دنیایی میشه هم چیزی شما راننده باشین سی مایل میخوای بری هشتاد مایل بری صد مایل بری همه را نابود بکنی خدا ب... مثلا اینجا رنمای راندگی هم بگه پلیس هم بگه آفرین پس عجب کار خوبی کردی سه تا رفتی چهار تا ماشین هم نابود کردی سه نفر هم زدی کشتی یا قانونی که برات میزنه از قانون تخطی بکنی بگه آفرین که از قانون تخطی کردی به قانون اجرا نکردی بفرما الان در جشن ما دعوت شدی میشه همچی چیزی یه ذره دو دو تا چهار تا بگونیم عزیزان من وقتی اینجا نمیتونی قانون رو از بین ببری خدایم خودش برای خودش یه قانونی داره خانواده هم برای خودش برای فرزندانش یه قانونی داره درست درست میگم یا نه گرفتین چی دارم میگم واقعا برای آینده خودتونه برای فکرهای خودتونه برای جان خودتونه برای همه چی برای نف خودتونه یه حرفا رو دارم میزنم اینی که خداوند دو هزار سال نه اون کلامی که فقط میره برو زنا بکن سیغه بکن نمیدونم برو نمیدونم دروغ مسلحتی بگو خدا از این, این چیزا نمه هیچ فرزی هیچ پدری به فرزندش نمیگه برو زنا بکن پسر کار خوبیه برو دزدی بکن کار خوبیه برو آدم بکش کار خوبیه هیچ پدر مادر اینجوری نمیگه به فرزندش همه برعکسش میگه بابا زنا نکن زنا چیز خوبی نیست چش تمه به مال مردم نکن کار خوبی نیست مردم خشم نگی دعوا نگیر با مردم مردم وعده یک نفر بکشی رانندگی میکنی آقا طبق اون چیز را برو یا پای مایلین بر اون بر برو بیشتر برو کمتر برو رهنمایی میکنه که برای فرزندش زندگی خوبی داشته باشه برای فرزندش آینده خو مردم دوست داشته باش نفرن نداشته باش به مردم حسادت نفرز به مردم اینا رو میگه یه پدر مادر نه اینکه میگه برو هر کاری هر غلطی دلت میخواد بکن نمیگم همچی چیزی که خداوند هم امروز اینی میگه فکر نکنی اینا همه غصه است اینا همه نمیدونم حرفایی از که علیکی بزدن. نه اینا کلام خداست برای رهنمایی زندگی ما اینا کلام خداست برای بهتر زندگی کردن شخصیت ما عوض بشه تبدیل بشه زندگی ما توی آشوب و تو این گرفتاری و تو این دنیای پر از شریر با آرامش زندگی بکنی برین از اون کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن و از اونا بپرسین ببینین ایمان آوردن چیه دیروز یه خانم زنگ زده بود گفت که من افسردگی داشتم پریشان بودم شش ماه اصلا یک ساعتم نخوابیدم دکتر رفتم قرصایی نمیدونم افسردگی با من داد غرسایی خواب داد اونایی که مواد و مخدره به من داد بخوابم نمیتونستم باز بخوابم وقتی به عیسی مسیح ایمان آورد خداوند به عیسی نشون داد اینقدر آرامش پیدا کرد که میگفت من هم سر روز میخوابم هم شم میخوابم خوابم آرامش هم همه چیز خوب شد پس اونا یه چیزایی دارم من یه چیزی دیدم دارم به میگم چیزی چشیدم که دارم به میگم شیرین رو چشیدم که دارم برای شما میخونم اینو بله اگه حقیقت نبود کلام خداوند که من نمیومدم اینجا بشینم براتون صحبت بکنم امروز بیایم به این عیسی مسیح ایمان بیارین به این خداوند رو به قلبتون دعوت بکنین به تا حال هر کاری که کردین هر کاری که کردین تا همین حالا بگیم خداوند من از حال میخوام توبه بکنم به سوی تو بیام بگین ای عیسی مسیح زیر صلیب تو نشستم و میدونم گناهکارم خداوندا ایمان دارم که تو به خاطر گناهان من روی صلیب رفتی و خون تو ریختی تا گناههای من پاک بشه امروز از تو می به و ایمان دارم که بعد از سه روز مردی و بعد از سه روز قیام کردی به توسط روی خدا از مردگان قیام کردی به خداوند زنده هستی امروز به قلب من بیا پادشاه زندگی من باش کنترل کننده زندگیم باش رهبریت زندگیم به دست تو میسپرم ای خداوند میخوام حقیقتا زندگی منو تبدیل بکنی شخصیت من عوض بکنی با آنطوری که خودت میخوای یک انسان زندگی بکنم خوب همه بگن آفرین احسن به این فرزند این چی بچه خوبیه این چی آدم خوبیه این چی دختر خوبیه این چی پسر خوبیه این چی مرد خوبیه این چی زن خوبیه میخوام اینجوری باشم خداوندا بس امروز به من رم بکن پادشاه زندگیم باش به نام پدر پسر و روح القدس می طلبم. آمین ببین بهترین دعاست خداوند بهترین دعا بیزار یه دعای آخرم براتون بخونم از مزامیر شست یا شسیه یک یه دونه بردارم براتون بخونم بین بی چه خداوند این دعای ما باشیم امروز بگو ای خدا فریادم را بشنو به دعای مرا اجابت فرما از این دیار غربت در ایران هم هستم در دیار غربت هستم الان غریبم اونجا تو را به کمک می طلبم در هر جای کشور دنیا هستی مرا که فکرم پریشان است به پناگاهی مطمئن هدایت کن زیرا تو در برابر دشمنانم حامی به پناگای من بوده ای خداوند بگذار تمام عمر در خیمه تو ساکن شوم و در زیر سایه بالهای تو پناگیرم پنا گیرم خدایا تو هایی را که داد دادم شنیدی همین الان که این اول گفتم به شما اعتراف و گناه میکنیم به خداوند قول میدین دی گناه نکنید قولهایی را که دادم شنیدی و برکاتی را که نصیبم ساخته ای و به کسانی که نام تو را گرامی میدارن میبخشی خداوندا همین تو رو شوق میکنم ای خداوند به ایمان دارم که تو خدا و خداوندی به ایمان دارم که از امروز زندگی من عوض میکنی از امشب زندگی من عوض میکنی و منو تبدیل میکنی به اون آرامش الهی رو بر زندگیم ساکن کنی خداوند شکرت میکنم در نام پدر پسر و روح القدس آمین یا بعضی ها چیزن اه. کاتولیک هم مثلا سلیم میکشم به نام پدر پسر و روح القدس آمین حالا دوست داری سلیم هم میتونی بکشی به هر عزیزان دوشنبه های ما چی خبر از ایرانه به ما خبر بدین زنگ بزنین برای ما هر جا ما می میبینین به ما خبر بدین یه زنگ کوچیک بزنین اگه تقاضای دعا داریم به ما بگین اگه کمکاستی داره برنامه های ما به ما بگین از شما رهنمایی میتلبیم عزیزان چرا نه شما ما رو رهنمایی بکنین که بیزار برنامه های ما بهتر بشه و آن چیزی که میخواین دوست دارین که برنامه ها رو ببینین و به این تلویزیون کمک کنید سیصد نفر میخوایم روزی یک دلار به ما بدن اگر فرصت دارین بیشتر بیشتر بدین که بتونیم این تلویزیون آن چیزی که خواست اراده خداوند و خواست شماست که یه چیز خوب ببینید از یک تلویزیون عادی هم از کلام خداوند هم شو تلویزیونی هم فیلم سینمایی هم راز باقا نمیدونم مستند علمی نمیدونم روانشناسی همه چیز به هر حال شما رو به خدا میسپرم تا وقتی دیگر بدرود تا درودی دیگر مرسی که ما رو دیدین و گوش دادین <متصفيق>